رئیس سازمان جهانی بهداشت به مجمع بهداشت جهانی گفت نیمه از جمعیت جهان به طور کامل تحت پوشش خدمات بهداشتی ضروری نیستند در ادامه به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید تدروس آدهانوم رئیس سازمان جهانی بهداشت به مجمع بهداشت جهانی WHA گفت در سال 2023 WHO به 65 وضعیت اضطراری جهانی پاسخ داد و آن را سالی با چالش های فراوان اما با دستاوردهای بسیار توصیف کرد. وی این اقدامات را شامل زلزله در ترکیه و سوریه و همچنین درگیری و ناامنی در کنگو، اتیوپی، غزه، هایتی، میانمار، سودان و اوکراین ذکر کرد. رئیس سازمان بهداشت جهانی همچنین رسیدگی به بیماری های از جمله وبا، تب دنگی، دیفتری، هپاتیت ای، تب خون ریزی دهنده ماربورگ، سرخک و آبله میمونی را از جمله دستاوردهای سازمان جهانی بهداشت در نقاط مختلف دنیا ذکر کرد. تدرس همچنین بر نقش سازمان بهداشت جهانی در ارائه خدمات بهداشتی در مناطق درگیری مانند غزه، سودان و اوکراین تاکید کرد و خواستار آتش بس فوری در هر سه منطقه جنگ زده شد. رئیس سازمان بهداشت جهانی خاطر نشان کرد شاید در حال حاضر بزرگترین تهدید برای سلامت جهانی تغییرات آب و هوایی باشد او همچنین گفت سال گذشته ما از برق رسانی تأسیسات بهداشتی با انرژی خورشیدی در سومالی حمایت و با همکاری یونیسف و نهاد اتحاد جهانی واکسن و ایمنی سازی جی ای وی آی حمایت از کشورهایی چون اوگاندا، اتیوپی، زامبیا، پاکستان و یمن را آغاز کردیم. رئیس سازمان بهداشت جهانی همچنین تصریح کرد که مصرف دخانیات در 150 کشور در حال کاهش است و در حال حاضر 19 میلیون سیگاری کمتر از دو سال پیش در جهان وجود دارد و بیش از 90 کشور بین سالهای 2020 تا 2022 مالیات غیر مستقیم دخانیات خود را افزایش دادند. تدروس با اشاره به مناطق درگیری که متخصصان بهداشت از سراسر جهان در آن حضور دارند گفت سازمان جهانی بهداشت قبل از شروع درگیری در غزه حضور داشته و برای حمایت از سیستم بهداشتی تا پایان این درگیری و کمک به بازسازی آن و پس از آن باقی خواهد ماند رئیس سازمان جهانی بهداشت همچنین گفت جنگ بیش از یک ساله در سودان باعث شده که تقریبا 15 میلیون نفر به کمک های بهداشتی نیاز داشته و بیش از سه چهارم بیمارستانها ها که تقریبا 90 درصد امکانات مراقبت های اولیه را تشکیل میدهند فعالیتی نداشته باشند. وی در ادامه اظهار داشت در اوکراین ما به حمایت از سیستم بهداشتی ادامه می دهیم سیستمی که انعطاف وزیر باقی مانده اما با چالش های مستمری مواجه است و حدود 8 میلیون نفر در سال 2024 به کمک های بهداشتی نیاز خواهند داشت